جنگ پرماجرای افغانستان و آینده ناروشن صلح با طالبان. طالبان میگویند که انتخاب به غیر از جنگ ندارند. انتخاب حکومت افغانستان چیست؟ قصه های میدان های جنگ چیستند؟ صلح پروری یا جنگ افروزی؟ رابطه میان میدان جنگ و میز صلح دوحه چیست؟ این همه در گفتگوی با جنرال یاسین ضیا، رئیس ستاد ارتش ملی کشور. در قندهار هستیم و چند دقیقه پیش یا چند ساعت پیش با شما در ارغنداب بودیم. وضعیت در قندهار چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و بیننده‌های عزیز و همکاران تکنیکی برنامه. وضعیت امنیتی در قندهار همونطور که شما در جریان هستین، در یه آخر بنابرای تهدیدات را که دشمن در ساعت مسکونی به وجود آورده بود رو به وخامت بود و الحمدلله طور که شما مشاهده کردین دشمن و هدف را که تعیین کرده بود به او نرسید و با دادن تلفات بسیار سنگین از ساحه متواری و فرار شدند. ارغنداب تصفیه شده؟ ارغنداب کاملا تصفیه شده. در چند نقطه دیگه که تهدید جریان وجود داره، عملیات هم جریان داره، اما بیشترین تلفات را در ارغنداب دادن و مهم بودن ارغنداب متصل بودنش به شهر قندار بود که مردم اهالی شریف قندار را به تشویش ساخته بود. طالبا و همچنان گروگانگیری کرده بودن مردم ملکی را که لله الحم بدون کدام تلفات ملکی از طرف ما و ماین چیزایی را کنا به جای بر جای کردن. تویز که تلفات ملکی داشتیم از طرف اونا و از طرف ما الحمدلله صاحب خوبی تصفیه شد. و ژیره و پنجوایی؟ فعلا در توش عملیات جریان داره. طور که شما می لازم مشاهده کردین تیارات ما از ساحه آمد. انشالله که به زودترین فرصت تغییرات فوق‌العاده خوب خواهد آمد. چرا جنگ به یک بارگی در اطراف شهر قندهار شدت گرفت؟ سه ولسوالی که به گونه نزدیک و دورتر با شهر قندهار هستند همزمان حملات گروهی بر این ولسوالی ها انجام شد و حتی تا نزدیک های شهر هم رسیدند طالبان. طالبا یکی از اهداف بزرگشان در بحث جنگ فعلنی است که سر صدا خلق کنند و در نقاط که مردم به امنیت زندگی میکنن امنیتش مختل بکنن تا نشان بدن که اینا قدرت دارن و توانمندی دارن، ولی حفظ و ساعات برشان بسیار دشوار است و فقط یک کار موقتی است مثل عملات انتحاریشان. قندهار بسیار اندک پس از حمله گسترده بر هلمند و لشکرگاه مورد حمله قرار گرفت و ناامن شد. آقای جنرال، آیا فکر میکنین که جنگ به جنوب کشانیده شده؟ خب جنگ خواهد اول هم در جنوب بود به اساس مو علاقمندی های خاص را که گروه طالبا بر ساحات اوز قندار بزرگ یا لوی قندار داشتن و اینا جنگ اول در هلمند آغاز کردن که در اوجم شکست فوق‌العاده خوردن و بعد از او تقریبا همزمان گفته نمیتونیم ولی بسیار متصل به موزمان آمدن به قندهار شروع کردن به جنگ و جنجال. و آوردن جنگ به جنوب معنادار است از دید شما؟ خب به خاطر از اینکه اینجا مراکز طالبا فکر میکنن که پایگاه اصلیشون باشد در حالی که اینجا از حمایت مردم برخوردار نیستن و این مردم است که اینا را از این مناطق بیرون میکنن و هدف از اینا فقط همیست که احساس میکنن که اینجا ملکیتشان باید باشه و باید در اینجا بی‌نظمی کنن، ناامنی را بیارن که انشالله جواب دندان چکن برشان داده شد. درست. نقش اقوام در جنگ قندهار چی بوده؟ اصلا بوده؟ نه خیر، در اینجا افغانستان جنگ قومی وجود نداره، بلکه طالب هاست که از هر نام استفاده میکنن که ناامنی را به وجود بیارن و مردم متضرر بسازن. پل پراندن، سرک خراب کردن، برق را از بین بردن، ای فقط منافع عام مردم است که اینا ضربه میزنن. آقای جنرال، آیا مردم در جنوب در برابر طالب میجنگن؟ جنگ را که در تمام افغانستان در برابر طالب میکنه مردم میکنن و ای به اصلاح به فارمت های مختلف است. بعضی مردم جنگ مسلحانه دارن که در کنار ما استادستن، اردوی ملیستن، پلیس ملیستن، امنیت ملیستن و در بین امنیت ملی گروپ های پارتیزنی و مفرزه های امنیت ملی است و بعض مردم توسط قلم و مصاحبه و حرکات مدنی در برابرشان استاد دارن، به استثنای کسایی که در ساحات
تحت تسلط از اونا زندگی میکنن که اونا در حقیقت گروگان گرفته شدن توسط طالبان. سینگوریان در هلمند چرا می جنگیدن در برابر طالبان؟ کی بودن این سینگوریان؟ چگونه ایجاد شدن؟ این خود یک نام محلی است که نمیفهم به چی دلیل بر از اونا دادن. اونا مفرزه های امنیت ملی هستن و یک نیروهای هستن که در برابر طالبان سالها جنگیدن، قربانی دادن و اونا به اساس حس وطن دوستیشان و دشمنیشان با طالبان در برابر طالبان می جنگن که تنها اونا ما در هلمند مثال نداریم، در سراسر افغانستان مردمان هستند که حتی به خاطر دفاع از قریه و خانه و کاشانهشون در برابر طالبان میرزمند که هیچ منصوب حکومت نمی باشند، باز بعد بنا به ضرورت مثل که در سایر جای برشان کمک میشه، کمک همکاری میشه و در نهادهای امنیتی تنظیم میشن. ولی گزارش شد که اینا بدون هیچ گونه جنگ و مقاومت پاسگاه ها را رها کردن به طالبان. در اول یک مشکل پیش آمده بود که در هلمند یک تعداد پاسگاه نه تنها از اونا بلکه از پلیس ملی و اردو در اونجا سرحدی است که عرصه نهادهای هستند که از خود محل هستند، حتما تحت تاثیر تا تبلیغات از این مسائل قرار گرفته بودن، ولی بعد پس برای بازپسگیری مناطق خود اونا هستند که میال برابر طالبان می جنگن. نقش امریکا در جنگ هلمند چی بود آقای جنرال؟ نقش امریکا در جنگ هلمند حمایت از نیروهای امنیتی مثل که در سایر نقاط افغانستان می باشد. به چه شکلی؟ آل خب اساس مو تعهدات را کنو به خاطر صلح با طالبان یا با هر کسی دیگه که دارن کردن، در بحث قوای زمینی با ما همکاری ندارن، صرف ما حمایت هوایی از اونا بنا به درخواست ما اونا همکاری میکنن. و درخواست میشه مثلا در یک شبانه روز در میدان های جنگ چند بار از خارجی ها میخواین که حمله های هوایی انجام بدن؟ او بنا به ضرورت است. اگر طالبان در جنگ هلمند چند بار نیاز شد که تیاره های امریکایی بمباردمان بکنن؟ خب با چندین بار نیاز شد و تیارات ما هم بمباردمان کردن، تیارات ایالات متحده هم بمباردمان کردن، چون اینجا یک تعهد کار مشترک و شراکت در برابر جنگ در جنگ در مقابل تروریسم موجود است. به او دلیل اونا با ما هم کار هستن و این جنگ مشترکن پیش میبریم، ولی نه به او شکل سابق که با قوتهای زمینی ما هم یک جای باشن. آقای جنرال، آیا میان جنگ هلمند، قندهار، اورزگان، زابل، حوزه جنوب و میز صلح دوحه، میزی که یک طرفش طالبان نشسته، رابطه مستقیم وجود داره؟ رابطه خود طبیعی است که در بین طالبان، در بین کل گروهایش وجود داره و بحث اساسی در این است که آیا او کسایی که نمایندگی از طالبان میکنند و در اوج ادعا دارن که به خاطر صلح شیشتن با این طالبایی که در خاک ما بر علیه ما می جنگن ارتباط دارن یا امرشون نفوذ بالای زیاد داره، که به دید من دو بست خارج از دو بست نیست، یا ایست که اونا مردمان به کس کوه هستن که در اوج شیشتن و از گروه نمایندگی میکنن که اصلا او گروه را به رسمیت نمیشناسه، یا ایست که اونا با فریب و نیرنگ و مکر مردم میخوان فریب بدن که گویا یا سالا میخوان. فرماندهی این دو تا جنگ اگر مختصر بگویم، هلمند و قندهار، از کجا بود؟ نه تنها فرماندهی هلمند و قندهار بلکه فرماندهی تمام جنگایی که در افغانستان از طرف طالبان صورت میگیره در پاکستان است. از دوحه نبوده؟ خب دوحه بیشتر ما براتون گفتم که اونا به عنوان نماینده های سیاسیشون در اوج هستن و ما تا حال دقیقا نمیفهم که اونا کدام نقش در امورات نظامی دارن یا ندارن، اما اعضای خانوادهشون کسایشان که داخل ما میشناسیم در همین جنگ ها دخیل بودن. آیا ایرانی ها طالبا را حمایت میکنن؟ ایرانی ها طالبا را خودشان میگن که با طالبا ارتباط داریم، حالا که حمایت میکنن یا نمیکنن بستگی به این داره که ما باید اسناد مدارک کافی داشته باشیم تا اینکه این مسئله را برش وضاحت بدیم، اما روابطشان روابط است که انکار نمیکنه دو طرف. حمایت کدام کشور مشخص در جنگ هلمند و قندهار بود؟ اصلا بود یا نه؟ خب حمایت مشخص خب تا زمانی که پاکستان باور به صلح بر افغانستان و باور به این نداشته باشه که افغانستان یک کشور مستقل و مقتدر باید ایجا باشه و مسائل جنگ از اینجا ختم شود، تا رمو زمانی که پاکستان در امورات ما مداخله داشته باشه و طالبان را وسیله
جنگای خود در اینجا قرار بتن و بر بحث‌های استراتژیک خود از اونا استفاده کنن، تا اون وقت جنگ هم از اونجا تمویل میشه و از اونجا مدیریت میشه. یک تخمین نزدیک به واقعیت است که گفته میشه این روزا از میدانهای جنگ که 80% از زندانیای رها شده طالب دوباره به جنگ برگشتن و به صفوفشان، مثلا جنگ کندهار از طرف یک زندانی رها شده رهبری میشه، یا مثلا جنگ هلمند بخش کلانش رهبری شد از طرف کسایی که به تازگی در میان 5600 کمتر و بیشتر رها شده بودند. خب طبیعی است که کسایی که در زندان بودن اونا همو استفاده بسیار غلط از برنامه‌های صلح کردن، دوباره اکثریتشون به صفوف جنگی طالبا پیوستن و حتی مسئولیت گرفتن. بله آدر خاندار، منظور از 80% که در اینجا یاد میشه، منظور از 80% رها شده همی ولایت است، همی حوزه است، همی حوزه است که اگر 100 نفر رها شده 80ش پس به جنگ برگشتن. از جمع کل طالبای رها شده نیست. ولی در نقاط دیگه افغانستان ما مثالایش داریم، در قندوز، در تخار، شما میتونین ثابت بسازین مثلا؟ بالکل بالکل، همش ثابت است. و کسایی که در جبهه جنگ با ما میجنگن که کشته میشن. آیا رهایی 5600 زندانی یک اشتباه بوده؟ ما اصلا خواستیم که حقانیت خود را و مردم خود را بر دنیا به اثبات برسانیم که ما صلح میخواهیم و بر ازی یک قیمت بسیار کلان را پرداختیم، که قیمت پرداخت کلان همی رهایی از زندانیا بود که پس اونا در برابر ما میجنگن. نتیجه نگرفتیم؟ نتیجه تا فعلا نگرفتیم. درست. داعش یک تهدید کلان و خطرساز است؟ هر گروه تروریستی که در افغانستان فعال است تهدید خطرساز و خطرناک و کلان است. به اندازه طالب است؟ خب بالا ما تفاوت میان طالب و داعش فعلا کرده نمیتونیم، به خاطر چیزایی که پیش می همش کوشش میشه که توسط کسای دیگه مسئولیت گرفته شوه، یک بخش از جنایات توسط کسای دیگه مسئولیت گرفته شوه، بخش دیگه از جنایات. مثلا وقت طالبا حمله میکنن بالای اهالی ملکی، سرک از بین میبرن، پل از بین میبرن، در هلمند او را بسیار به افتخار اعلان میکنن که ماستیم، اما اوجه که باز در کابل داخل میشن در صنف درسی و شاگردا و اولادای ما را به شهادت میرسانن، باز اوجه میگه ما نیستیم. پس چی فرق داره که یک انسان که در هلمند به شهادت میرسه، یک انسان که در کابل به شهادت میرسه، یک انسان دیگه که در بلخ به شهادت میرسه؟ شما میگین عملی دانشگاه کابل کار طالب بوده؟ تمام عملاتی که در افغانستان میشه یا طالب مادر از او عملات است، یعنی وایایی که خود طالب بالفعل در مسئله است، و حداقل اگر هیچ چیز نباشه با داعش و با القاعده و با باز مردم دیگه، خصوصا با شبکه اخوانی، در تبانی کار میکنن. بارها از نابودی داعش گپ زده شده. به یاد دارم رئیس جمهور در شرق کشور گفت، شما هم در 8 نوامبر سال پار گفتین که داعش در حال محو و نابودی است. ما در مورد جبهاتشان گفتیم، ما در مورد ساحات که عملیات میکردن، خانه های امن داشتن، ولسوالی ها در دستشان بود، ساحات در دستشان بود، وجه جلب جذب داشتن، ما در اون مورد گفتیم و جلالت ما رئیس جمهورم در اون مورد گفته. بله. بحث ما سر شبکه های تروریستی خرد ریزی که در شهرها و جا فعال هستند، اون هنوز هم فعال هستند و هنوز هم تهدید است. میدانهای جنگ فعلا به نفع کی است آقای جنرال؟ جنگ خب رای حل بر مملکت ما نیست، ولی فعلا میدانهای جنگ به نفع مو کسایی است که ما خود را اول آتش بس خواستیم، یعنی منظورم از سیاسیون و از حکومت افغانستان و از رهبری حکومت افغانستان است که اونا به ندای ما لبیک نگفتن، و حال که اونا آتش بس میخواهند در هلمند یا باز نقاط، حال دیگه ایجاب میکنه که ما را پس در جای اصلیشان برسانیم، باز بعد از او گپ میزنیم. شما طرفدار آتش بس هستین؟ ما در صورت از اینکه تضمین بر آینده صلح افغانستان نباشه طرفدار هیچ نوع آتش بس نیستیم. چی نوع تضمینی؟ تضمین همی که اینا اول تماما نقطه اختلافی که دارن باید در میز مذاکره با طرف حکومت افغانستان و طرف جمهوریت حل کنن، بعد باز در نقطه آخر باید ما به یک آتش بس دائمی دست پیدا کنیم، نه اینکه اینا در سردی هوا گریه کنن که ما آتش بس میخواییم، باز هوا که گرم شد باز بین از خانه های ملکی مردم از اراضی سبز استفاده کنن و مردم ما رو به گروگان بگیرن. پس در این قسمت شما با رهبری حکومت موافق نیستین؟ اونا همین لحظه آتش بس میخواین، فردا میخواین؟ خب آتش بس بحث خوب است، ولی
ما عسكر هستیم، اطاعت میکنیم از رهبری نظام خود، از رئیس جمهور خود و از رهبری ملکی خود. اما آخر روز ما هم نظرات را نظر به میدان جنگ داریم و او را با رهبرهای خود همیشه شریک میکنیم. درست. میدان های جنگ به نفع کیست؟ منظور ما این بود که دست کی بالاست در میدان های جنگ؟ چرا این را میپرسم؟ یک پیامی از یک مذاکره کننده صلح به شما میگم. پیامش است که به همه بگوین که در میدان های جنگ و در جنگ تدبیر داشته باشن. این به چی معناست از نظر شما؟ خب او دوست ما ممکن آدم نظامی نباشه. هیچ نظامی نیست که به تدبیر وارد میدان نبرد شود و ما هم تدبیر داریم، هم برنامه داریم و همه دیگه نتیجه برنامه را امروز شما بالفعل حداقل در یکی از ولسوالی های قندهار دیدین، محبوبیت ما را دیدین، خوشی مردم را دیدین و تلفات دشمن را دیدین. ما دست بالا داریم در میدان های نبرد و انشالله که دشمن اگر بلا جاجت خود ادامه بده ازی بیشتر سرگردان میشن. درست. آقای جنرال، مسئله جلب و جذب در ارتش چگونه است اگر از بخش های دیگر افغانستان بگذاریم در جنوب تمرکز بکنیم؟ خب مسئله جلب و جذب نه تنها ما باید وقت کتاب سرم میکنیم، در جلب و جذب با در مورد نهادهای امنیتی در مجموع باید صحبت داشته باشیم، چون باز نقاط از نگاه فرهنگی هیچ وقت با اردو افغانستان کار نکردن به صفت سرباز با دلایل مختلف در گذشته تاریخی افغانستان. با او اساس در او جایا همکاری های بیشتر با امنیت ملی و با پلیس است که اونا هم در حقیقت یک بخش بزرگ از مسائل امنیتی کشور هستند. ولی اردوی افغانستان در هی حوزه به او اندازه که مثلا ما در ننگرهار جلب جذب داریم در ایجا نداریم که طبیعی است که عوامل خود داره، ولی هیچ عامل مثلا تخریبی یا مخرب کننده نیست، فقط بیشتر فرهنگی است. سوال همین، یک سوالی که گاه گاه پرسیده میشه همی است که چرا بچه های بدخشان بیایند در جنوب در برابر طالب جنگ کنند در صورتی که مردم در جنوب به ارتش نمی پیوندند؟ خب مردم در جنوب اگر به ارتش به او پیمانی بسیار زیاد نیست که برن در بدخشان بجنگن، اما در قسمت دیگه می جنگن و در ایجا هم اونا در صفوف قوای مسلم موجود هستند و بیشترین قربانی را میتن از نیروهای ما که نیروهای محلی بیشترین قربانی را میتن که همهشان از محل هستند و با اردو و امنیت ملی منظم در شوکات پلیس و امنیت ملی کار میکنند. درست. ملیشه سازی چه تأثیری بر روند جلب و جذب داشته؟ ما شاهد کدام ملیشه سازی نیستیم، ولی در گذشته که همکاری های مردم با نهاد امنیت ملی داشتن او را هم در ای آخر به اساس هدایت رئیس جمهور به مفرزه های امنیت ملی تبدیل میشن که تعلیمات و یونیفرم منظم امنیت وطن می داشته باشن. ولی گزارش هایی است که 34,000 نفر مسلح میشن. تا فعلا خب ما همینطور یک مسئله را عملا در میدان های نبرد ندیدیم و چنین گزارش هم به ما نرسیده و اگر جای مسلح مسلح سازی باشه اولین کسی که خبر میشه ممکن است ما باشیم، به خاطر از این کجا لوجستیکش است، ترانسپورتش است که ما باید مهیا کنیم برای انتقال اسلحه و تجهیزات. تا فعلا چون گزارش نیست نزد شما و تقاضای هم نشده. درست. تعریف مشخصی پیش شما از صلح وجود داره؟ صلح با عزت، صلح پایدار، اما صلح است که همه طرف ها قانع شود که جمهوریت و نظام که ما داریم با قانون اساسی که داریم به اصطلاح در این کشور سبب پیشرفت ماست و سبب بهتر شدن آینده ماست و به اینمی منظور پیش برن. فکر میکنم که مشکل حل است و الهی که هر کس یک کتابچه در زیر قولش باشه، از خود اسلام توجیه کنه و از خود حکومت فکر کنه و از خود حمارت فکر کنه، باز در او صورت ما نه به سال از دید فیزیکی میرسیم و نه از دید روانی. نشانه های از این صلح با عزت که شما میگین در میدان های جنگ دیده میشه؟ تا فعلا متاسفانه دیده نمیشه، ولی امیدوار هستیم که با این ضربات را که طالب دیدن متوجه شوند که جنگ راه حل نیست، جز از این کشته بتن دیگه کدام فایده برشان نمیرسن. شما هنوز در حالت دفاع فعال هستین؟ ما در حالت دفاع فعال هستیم، اما دفاع فعال به این معنا نیست که دشمن پلان گذاری کنه و بیای ما را آزار و اذیت کنه.
و ما به تفاوت بانیم. دفاع فعال به این معنی است که ما با اونا کار نداریم، یعنی نمیریم به جایی که اونا بودن، ولی به این معنی نیست که با در لشکرگاه حمله کنن، در خندار حمله کنن و به جواب بانن. پس شما در حالت تهاجمی قرار ندارین؟ در حالت تهاجمی ماها میشه؟ در حالت تهاجمی قرار نداریم، ولی اگر کس بالای ما حمله کنه ما مجبور هستیم که بالفعل باز پس دوباره بالایش حمله کنیم. عملیات های شبانه داریم؟ عملیات های شبانه به ساحات که بالای ما حمله صورت بگیره هر نوع عملیات داریم، و ساحات که با ما کار نداشته باشن ما هم عملیات متوقف میباشه. چند پیش یک سلسله تمرینات نظامی از طرف ارتش در بخش‌های از کشور رو اندازی شد، کابل، قندهار، در اسپین بولدک مشخص من نزدیک مرز با پاکستان. این فکر از شما بود؟ تمرینات نظامی در همه دنیا یک گپ معمول است و هر کشور تمرینات نظامی خود می داشته باشن، ولی در اینجا ما برای رهبری نظام و رهبری وزارت خود پیشنهاد کردیم. نیاز بود که ما بفهمیم سطح ظاهرات قوتهای خود و توان مانور و قدرت مانور خود. هدفی داشت؟ خب هر تمرین طبیعی که یعنی برای کشیدن قدرت به همسایه ها بود یا یک تمرینات معمولی بود؟ در قبال از اینکه ما مسائل مختلف را در نظر گرفته بودیم، ما با کس جنگ نداریم، ولی کسایی که ما را اذیت آزار میکنن بالای خانه‌های ملکی توپ و تانگ انداخت میکنن، مجبور بودیم که ما بر از اونام نشان بدیم که ما هم توان جواب دادن تا نداریم. یعنی ما توان رویارویی نظامی با پاکستان را داریم؟ خب ما توان رویارویی نظامی را اگر از زوایای مختلف مطالعه کنیم، باز در یک بخش که بستگی به نیروی بشری و همت و شجاعت عساکر ما میشه، ما در برابر هر کس توانش داریم. درست. در مورد جنگ نیمروز چی میدانید آقای جنرال؟ جدا این که یک جنگ بوده، چند نفر جان باختن، پشت پرده این جنگ چی است؟ در تمام نیمروز جنگ نبود، بلکه در یک بخش خاصش، بله، یک بخش خاص نیمروز جنگ بود. احتمال داره که اخلالگری باشه به خاطر پیشرفت مسائل بند و آب و یا بعض مسائل دیگه باشه، ولی تا هنوز ما مثلا دقیقا نمیتونم بر شما بگویم که واقعا اصل قضیه چی بود، اما یک موج از ناامنی ها در اوج به وجود آمد. بند کمال خان فعلا در تهدید نیست؟ بند کمال خان در تهدید در گذشته هم نبود، فعلا هم نیست، ولی باز من تکرار میکنم که عملات تروریستی در بسیار جای امن هم میتونه که کارا بفته و سبب تکلیف مردم شود. یک کشور خاص، کشور همسایه متهم شد که این جنگ را انداخته برای تخریب بند. شما اطلاعات دارید؟ خب ما از رسانه‌های خودم و کشور که دیدیم که باز وکلایشان در پارلمانشان بسیار غضب در مورد از این بند صحبت‌های منفی داشتن و میگفتن که میلیون‌ها دلار ما سرمایه گذاری کردیم و این بند به ضرر ماست. از این قبیل گپ‌ها را ما شنیدیم. درست. رهبری ارتش آقای جنرال بهبود یافته؟ رهبری ارتش فعلا در افغانستان رو به بهبود است و در تمام دنیا همه روزه تعلیمات که میبینند و تجارب را که پیدا میکنند از میدانهای نبرد همه از این تاثیر میکنند سر انکشاف اردو. یک روز ما مثلا مشکل داشتیم در مورد داشتن پیلوتای تیارات جدید، ولی امروز ما لله الحمد از الف تا یا همیشه پیلوتای ما پیش میبره به اطاب تعلیمات. یعنی این رو به انکشاف است و پیشرفت داریم، اول هنوز هم کار بیشتر کار داریم. اما هنوز هم سربازا در میدانهای جنگ مشکل دارن، با کمبود روبرو هستن، با عدم رسیدگی روبرو میشن و این مشکل سالهاست که گریبانگیری ارتش است. خب وقت شما در وضعیت جنگی میباشین بسیار چیزا قابل پیش بینی نمی باشه و این با گاهی وقت مشکل زا میشه، اما ما آخری تلاش خود را میکنیم که به آخرین عسکر خود در دورترین نقطه رسیدگی بکنیم. میتونیم بگوییم که امروز از نان و مرمی عسکر دزدی نمیشه یا اگر میشه کمتر از گذشته است؟
خب در مورد فساد متاسفانه یک پدیده بسیار بد است که همه را رنج میده، ولی ای اطمینان برتان میتونم که انشالله در رابطه با حساکر ما جدیت فوقلاده وجود داره. اگر کسی هم غفلت بکنه و یا تخطی بکنه، ما رو به محکمه و لایق مجازات میبینیم. یعنی همدردی، هیچ نوع همدردی که کسی نیست که در برابر عسکر ما جفا کنه و در برابر اونا در حقیقت هیچ نوع رحم وجود نداره از طرف رهبری اردوی افغانستان و سایر نهاد. درست. ارتش سیاسی است یا دور از مسائل سیاسی نگه داشته شده؟ خب ما خود ثابت ساختیم در انتخابات افغانستان که ما یک گروه غیر سیاسی استیم و به هیچ طرف هم لغزش نداشتیم، نکردیم و فعلا هم غیر سیاسی عمل میکنیم. تمام انتخابایی که میشه غیر سیاسی است و به دور از مداخله همگی است و ملی هم هست. طبیعی است که بحث ملی بودن خیلی مهم و کاراست و تخصصی هم است. در پایان آقای جنرال، میشه سه تا مشکل بزرگ و کلان ارتش افغانستان را از دید شما بفهمیم که چی است؟ ارتش افغانستان یک ارتش نوپاس، چیزایی را که مردم حتی مشکل فکر کنه ما اونا را مشکل فکر نمی کنم و ما در حالت رشد هستیم، هم از نگاه دانش نظامی، هم از نگاه تجربه میدان جنگ و هم از نگاه تکنولوژی و توان دفاع مستقلانه را هم به دست آوردیم. خب حال خوب مستقلانه دفاع داریم و هیچ مقایسه نمیشه دشمن با ما. مثلا در یک جنگ که ما دو شهید می داشته باشیم، دشمن از بیشتر از 200، این حالی قابل مقایسه نیست و خودش نشان می ده که ما اما بلوغ کافی به خاطر دفاع از سرزمین خود این نهادهای امنیتی پیدا کردن. سپاسگزار از شما. تشکر. بخیر باشید. زنده باشید.